به نام خدا. سلام به یکی دیگه از ویدیوهای چنل مسلمان تیوی خوش اومدین. قرآن دین اسلام رو بهترین دین و پیامبر اکرم رو خاتم الانبیا معرفی کرده. از طرفی توی آیه 157 سوره اعراف ضمن معرفی پیامبر به عنوان یک شخص امی اعلام میکنه که صفات پیامبر در تورات و انجیل هم اومده. با توجه به آیه شریفه این سوال مطرح میشه که آیا بشارت به ظهور پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در تورات و انجیل موجوده؟ امروز و توی این ویدیو میخوام پاسخ این سوال رو بدم و در ادامه به داستان مسلمان شدن کشیش مسیحی هم بپردازم. قبل از تماشای این برنامه و برای حمایت از ما، این ویدیو رو لایک کنید و چنل مسلمان تیوی رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیوی جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنه و اگه گوشی شما به زبان فارسی هست روی دکمه مشترک شدن کلیک کنید. گرچه شواهد قطعی تاریخی و همچنین محتویات کتب مقدس یهود و مسیحیت یعنی تورات و اناجیل نشون میده که اینها کتابهای آسمانی نازل شده بر موسی و عیسی علیه السلام نیستند و دست تحریف به سوی اونها دراز شده و بعضی مطالب اونها از بین رفته و اونچه امروز به نام کتاب مقدس در بین یهودی‌ها و مسیحی‌هاست مخلوطی از زائده‌های افکار بشری و قسمتی از تعلیماتیه که بر موسی و عیسی علیه السلام نازل شده و در دست شاگردانشون بوده. بنابراین اگه جمله‌هایی که صراحت کامل درباره بشارت ظهور پیامبر اسلام داشته باشه در اونها دیده نشه جای تعجب نداره، ولی با این حال در همین کتب تحریف یافته عباراتی دیده میشه که اشاره قابل ملاحظه ای به ظهور این پیامبر بزرگ داره که جمعی از دانشمندای ما اونها رو در کتاب‌ها یا مقاله‌هایی که درباره این موضوع نوشتن جمع‌آوری کردن و چون ذکر همه بشارت‌ها و بحث و گفتگو پیرامون اونها به طول می‌انجامه تنها به چند قسمت به عنوان نمونه اشاره می‌کنه. شماره 1 در تورات سفر تکوین فصل 17 شماره 17 تا 20 رو میخونیم و ابراهیم به خدا گفت که ای کاش اسماعیل در حضور تو زندگی نماید و در حق اسماعیل دعای تو را شنیدم، اینک به او برکت دادم و او را بارور گردانیده و به غایت زیاد خواهم نمود و 12 سرور تولید خواهد نمود و او را امت عظیمی خواهم نمود. شماره 2 در سفر پیدایش باب 49 شماره 10 رو هم میخونیم. عصای سلطنت از یهودا و فرمان فرمایی از پیش پایش نهضت خواهد نمود تا وقتی که شیلوه بیاید که به او امتها جمع خواهد شد. قابل توجه این که یکی از معانی شیلوه طبق تصریح مستر هاکس در کتاب قاموس مقدس فرستادن میباشه و با کلمه رسول یا رسول الله موافق. شماره 3 در انجیل یوحنا باب 14 شماره 15 و 16 هم اومده که اگر شما مرا دوست دارید احکام مرا نگه دارید و من از پدر خواهم خواست و او تسلط دهنده دیگری به شما خواهد داد که تا به ابد با شما خواهد ماند. شماره 4 در باب 15 همین کتاب شماره 26 هم میخونیم و چون آن تسلط دهنده بیاید که من از جانب پدر به شما خواهم فرستاد، یعنی روح راستی که از طرف پدر میآید، او درباره من شهادت خواهد داد. شماره 5 همچنین در انجیل یوحنا باب 16 از شماره 7 به بعد میخونیم لکن به شما راست میگویم که شما را مفید است که من بروم، که اگر من نروم آن تسلط دهنده به نزد شما نخواهد آمد، اما اگر بروم او را به نزد شما خواهم فرستاد. اما چون او یعنی روح راستی بیاید او شما را به تمامی راستی ارشاد خواهد نمود، زیرا که او از پیش خود سخن نخواهد گفت بلکه هر آنچه میشنود خواهد گفت و شما را به آینده خبر خواهد داد. نکته شایان توجه اینه که توی اناجیل فارسی و در جمله هایی که از انجیل یوحنا براتون بیان کردم
کلمه تسلط دهنده اومده، ولی توی انجیل عربی چاپ لندن در سال 1857 به جای اون فاروق لیتا ذکر شده. شاهد زنده دیگمون مسلمون شدن کشیش مسیحی هست که در ادامه بهش میپردازیم. فخرالاسلام مؤلف کتاب انیس الاعلام که خود یکی از کشیشان به نام مسیحی بوده و تحصیلات خودش رو نزد کشیشان مسیحی به پایان رسونده و به مقام ارجمندی از نظر اونها نائل اومده، در مقدمه این کتاب ماجرای عجیب اسلام آوردن خودش رو چنین شرح میده: بعد از تجسس بسیار و زحمات فوق‌العاده و گردش در شهرها، خدمت کشیش والا مقامی رسیدم که از نظر زهد و تقوا ممتاز بود. فرقه کاتولیک از سلاطین و غیره سوالات دینی خودشون رو از اون می‌پرسیدن. من نزد اون مدتی مذاهب مختلف نصارا رو فرا می‌گرفتم. اون شاگردان فراوونی داشت، ولی در میون همه به من علاقه خاصی داشت. کلیدهای منزل همه در دست من بود. فقط کلید یکی از صندوقچه‌ها رو پیش خودش نگه داشته بود. روزی عارضه‌ای به کشیش دست داد. به من گفت به شاگردها بگو حال تدریس ندارم. وقتی نزد شاگردها اومدم دیدم مشغول بحثن. این بحث منجر به بررسی معنی لفظ فاروقلیتا در زبان سوریانی و پریکلیتوس به زبان یونانی شد. جدال اونها طول کشید. هر کس رأی داشت. پس از بازگشت استاد پرسید امروز درباره چی مباحثه کردی؟ من اختلاف اونها رو درباره فاروقلیتا توضیح دادم. گفت تو کدوم یکی از این حرفها رو انتخاب کردی؟ گفتم گفتار فلان مفسر رو اختیار کردم. کشیش گفت حقیقت و واقعیت خلاف همه این بحث است، زیرا همه حقیقت این رو نمیدونن مگر راسخان فلعلم. از اونها هم تعداد کمی با این حقیقت آشنان. من اصرار کردم که معنیش رو به هم بگو. سخت به گریه افتاد و گفت هیچ چیز رو از تو مضایقه نمی کنم. در فرا گرفتن معنی اسم اثر بزرگیه، ولی به مجرد انتشار هم من و هم تو رو می کشن. اگه قول بدی به کسی نگی بهت میگم. من به تمام مقدسات قسم خوردم که به کسی چیزی نگم. بعد از این بود که گفت این اسم از اسماء پیامبر مسلمینه و به معنی احمد و محمد. پس از این کلید اون اتاق کوچیک رو به من داد و گفت در فلان صندوق رو باز کن و فلان کتاب رو بیار. کتاب ها رو براش آوردم. این دو کتاب به خطهای یونانی و سوریانی پیش از ظهور پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بر روی پوست نوشته شده بودن. هر دو کتاب لفظ فاروقلیتا رو به معنی احمد و محمد ترجمه کرده بودن. استاد گفت علمای مسیحی قبل از ظهور او اختلافی نداشتند که فاروقلیتا به معنی احمد و محمد، ولی بعد از ظهور حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم برای بقای ریاست خودشون و استفاده مادی اون رو تأویل کردن و معنی دیگه‌ای براش اختراع کردن و اون معنی قطعاً منظور صاحب انجیل نبوده. سوال کردم نظر درباره دین مسیحیت چیه؟ گفت با اومدن دین اسلام مسیحیت منسوخه و این لفظ رو سه بار تکرار کرد. گفتم توی این زمان طریقه نجات و صراط مستقیم کدومه؟ گفت منحصر در تبعیت از محمد صلی الله علیه و آله و سلم. گفتم آیا تابعان اون از اهل نجاتن؟ گفت به والله، و اون رو سه بار تکرار کرد. سپس استاد گریه کرد و من هم بسیار گریستم. گفت اگر آخرت و نجات میخواهی صد البته که باید دین حق رو قبول کنی و من همیشه تو را دعا میکنم، به شرط اینکه در روز قیامت شاهد باشی که در باطن مسلمان و از تابعان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستم. هیچ شکی نیست که امروز بر روی زمین دین اسلام دین خداست. چنان که ملاحظه می کنید طبق این سند علمای اهل کتاب پس از ظهور پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به خاطر منافع شخصی خودشون نام و نشانه های اون رو طور دیگه ای تفسیر و توجیه کردن. حقا که به فرموده قرآن در آیه 19 سوره آل عمران دین نزد خدا اسلام است. خیلی ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه من بودید. بعد از خداحافظی بنده کلیپ هایی در ارتباط با این کلیپ یا کلیپ هایی که میتونه برای شما جذاب و آموزنده باشه به نمایش در میاد.
که میتونین اونها رو هم تماشا کنید و با اشتراک گذاری توی شبکه‌های اجتماعی و ارسال برای دوستانتون شما هم توی ثواب نشر و ترویج معارف و مفاهیم اسلام سهیم و شریک باشین. تا ویدیوی بعد و برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدارتون.